تمام دانش آموزان آریان ایدری ریاضی تجربی انسانی جامع TNT مرداد نوبان سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شنبه شب دوازده اسفند ساعت ده و نیم شب هست و ما جلسه بعدی تحلیل آزمون یا اصطلاحا همون جلسات مشاوره ایمون رو امروز یک بار دیگه در خدمتتون هستیم جلسه جلسه بسیار مهمی همونطور که قبلا گفته بودیم در مورد فرایند مرور و دیگه الان این موقع بهتر خیلی خاص در مورد فرایند مرور در نوروز با همدیگه صحبت بکنیم مطلبی که قطعا خیلی هامون منتظرش هستیم منتظر این ایم منتظر این اصطلاحا دوران جنبندی طلایی نوروزیم دنبال جبران عقب افتادگی ها مونیم دنبال یه جنبندی خوبیم همه اینا هم درسته ولی به شرطی که با یک برنامه من البته خیلی موافق این کلمه نیستم به بچه هم تو کلاسه گفتم برنامه عید نه باید اسمش بذاریم استراتژی دوران نوروز یا دوران عید به تو میگم چرا با یک برنامه ریزی ای اجرا شدنی و عملی دو تا بگم قبل از اینکه بحث شروع کنیم اولا که بچه من الان در این احتمالا 45 دقیقه یا آینده من به عنوان معلم ریاضی تو نیستم من در مورد درس ریاضی فقط حرف نمیزنم من دارم, دارم به عنوان یه آدمی دارم. که یه تجربه 20 ساله کنکوری داره 20 تا کنکور اومده و رفته 20 بار دوران جنبندی نوروز رو تجربه کرده اومده و رفته و میخواد برای اولین بار در طول این سالها این تجربیات رو دو هفته مونده بیشتر از دو هفته به ایام نوروز در اختیارتون بذاره که ایشالله بتونید یه برنامه ریزی و یک استراتژی درست برای ایام نوروزتون پیاده بکنید اینی که شما از من معلم ریاضیتون توقع دارید برنامه مرور بدم اون طرح آزمون های شبانه ای که چند سال اجرا میکنیم و خیلی طرح موفقی بوده رو راجب صحبت اونا همه سر جاش هست جلسه آخر کلاستون در اسفند ما ما در مورد اون مطالب صحبت خواهیم کرد همه اون قصه ها بخشی و جزئی از مطالبیه که من الان به عنوان یک نه معلم ریاضی به عنوان یک آدم فعال در حوزه آموزش به طور کلی میخوام خدمتون ارز بکنم نکته دوم هدف نهایی چیه؟ یعنی بعد از این 45 دقیقه احتمالا به کدامی نقطه قراره برسیم یعنی این حرفا رو میزنیم که چه اتفاقی بیفته یه سری از بچه ها سر کلاس فکر میکنم سر کلاس هندسه بود توضیح دادم شنیدن این جمله رو از من میدونی به کجا قراره برسیم به اونجایی که اتفاقی که من معلم 20 ساله 15 فروردین میرم سر کلاس و تجربهش میکنم و بسیار تجربه تلخیه برای شما اتفاق نیفت چه تجربه ما همیشه بعد از ایام نوروز که میرفتیم سر کلاس اون موقع حضوری الان آنلاین فرقی نمیکنه. از ضعیفتر تا از ضعیفترین دانش آموز تا قوی ترین دانش آموز از کم کارترین دانش آموز در ایام نوروز پر کارترین دانش آموز در ایام نوروز همگی با یه سری بچه لطوپار روحی روانی به هم ریخته ناراحت ناراضی از خود با پایین اومدن شدید اعتماد به نفس عزت نفس مواجه می شدی؟ در حالی که می آقا ما شب عید شما رو اینجوری نفرست دادیم بریم شما شب اینجا رفتیم ما هم دیگه اصلا نمونیم نه کلاسی داشتیم نه در... چون اون موقع هم که کنکور اردی بهش نبود کنکور تیر بود اصلا اینقدر فشماس واقعا نمیدیدیم بچه ها رو تو اون دو هفته حالا مثلا خود من امسال بچه های تی قرار هفته دوم ببینم حالا تو برنامه ریزی ها میگم خدمتون ولی ما که اصلا نبودیم تو دو هفته رفتی بالاخره دو سه روزشو خوش گذروندی بقیهش هم که کار جدیدی نداشتی بکنی که قرار بوده که عقب افتادگی تو جبران کنی قرار بوده مرور بکنی خب این که تو الان باید حالت خوب باشه بعد از این اتفاقا چرا انقدر حالاتون بده چرا انقدر حالاتون خرابه ما به خدا تا یه ماه بعد از دید بیشتر از این که درس بدیم به بچه ها باید این جمعشون میکردیم که آقا این چه وضعه این چه رو روانیه این چه رویه ایه؟ این چه قصه ایه؟ بعد خود من اصلا مجبور میشدم برم سراغ اون چیزی که اصلا دوست ندارم میرفتم تو اون بازی های انگیزشی و حرفای هایی ان... که میدونی اصلا خود اصلا اعتقاد ندارم بهش ولی مجبور بودیم برای اینکه اینا برگردن به بازی تازه میگم اون موقع کنکور تیر بود الان کنکور اردی بهشته تو بری از تعطیلات بیای سه هفته بعد کنکور داریم ما چجوری جمعت کنیم تو سه هفته حالا میدونی علت این لطو پاره ای چی بود علت این نارضایت ببین هیچ دردی تو زندگی از اینکه تو از خودت راضی نباشی بالاتر نداریم از اینکه من از خودم حالم خوب نباشه من از عمل کرده یک هفته اخیرم یک ماه اخیرم یک سال اخیرم یک عمر اخیرم راضی نباشم هیچی بدتر از این نیستی داریم مگه بالاتر داریم مگه هیچی آدم بیشتر از این نمیشکنه خود تغییری پایین اومدن اعتماد به نفس پایین اومدن عزت نفس هیچی بدتر از این نیست من امروز اینجام که آلارمو بهت بدم نکنه اون روز برگردی این بلاها سرت اومده باشه بلاهایی که 20 ساله داریم میبینیم سر بچه ها میاد بلاهایی که سر خودمون اومد به عنوان یه دانش آموز کنکوری من برای اولین بار در طول دوران تدریسم اینجام که هنوز 20 روز مونده به عید 18 روز مونده به عید جلوی این موضوع رو بگیرم از همین الان میدونی دلیل این حال خرابی چیه برنامه ریزی غلط افتضاح برنامه ای که مشاورها و حتی خود بچه ها برای نوروزشون میریزن انقدر عجیب غریب و ایدئال جرایانه و, و آنورمال و غیر منطقی و غیر عملیه که تو جرم میدی خودتو نوروز برمیگردی تموم شده باز اونی که نوشته بودی انجام نمیشه تقصیر تو هم نیست بابا اصلا اون انجام شدنی نبوده این دلیل حال خراب بچه هاست حالا بیا جمعشون کن دو هفته سه هفته مونده به کنگروردی بهش نمیشه دیگه نمیشه من امروز اینجا که اینو یادت بدم همین الان همین دو هفته باقی مونده یه جوری برنامه بریزی که هم کار درست انجام شه همین برنامه قابل اجرا باشد قابل انجام باشد عملی باشد اینقدر نگردید دنبال اینکه آقای فلانی آقای مشاوری یه برنامه به من بده به بگو شنبه 8 تا 10 چی بخونم 10 تا 12 چی بخونم 12 تا 1 و نیم چی بخونم 1 و نیم تا 1 و 2 چی بخونم حرفای امروز منو گوش کن حتی اگر مشاور نداشته باشی خودت برای خودت بهترین برنامه رو خواهی ریخت یا اگر هم مشاور دارید ازش خواهش کن بهش سلام برسون اولا بگو که فلانی گفت من هیچ قصدی برای ورود به دنیای مشاوره ندارم ثانیا خواهش کرد که برنامه من رو با این استراتژی منطقی عملی و درست برام بریزی نکنه به من و محمد و حسن و کامران و تقی و نقی و اینا همه یه برنامه ندی های مشابه نکنه یه برنامه بدی پشتیبانات بنویسن همونو سری دوزی کنی بدی به همه من و محمد نقاط قوت و ضعفمون فرق میکنه ها. من و محمد اهم و فل اهمامو با هم فرق میکنه ها من و محمد اولویت با هم فرق میکنه ها اگر من و محمد تو برنامه دیدی هر دوتا مون شنبه تا ده صبح قرار شیمی بخونیم بدون اون برنامه بهش دردی نمیخوره دوستان من کل بازی امروز رو من با دو تا سوال مهم که باید از خودمون بپرسیم میخوام براتون جمعش کنم برای یک برنامه ریزی منطقی در ایام نوروز اولین سوالی که باید از خودتون بپرسید و وقتی جواب این سوال رو دادی این اولین گام برای ریختن اون توهمیه که از الان به ایام نوروز زدی جواب این سوال رو درست باید برای خود تعریف بکنی سوال اول سرمایه من چقدر کلا در ایام نوروز من چه سرمایه دارم سرمایه شما به عنوان یه دانش آموز چیه بچه زمانتونه تعداد روز و تعداد ساعت مطالعتونه چیز دیگه ای نیست منظور از سرمایه برای یک دانش آموز زمانیه که در ایام نوروز داره آقا من چه سرمایه ای دارم بیا اینو منطقی نگاش کنی بعد بشین بگو که استو رو که جمع میکنم دینامیکم جمع میکنم زیستم هم همه میخونم ده هم هم فصل چهارش رو میخونم ریاضی هم همه رو به جز هندسه و اعتمال میخونم ببین اصلا چیه سرمایه تو چیه؟ اصلا این کاری که میخوای بکنی چقدر میگنجه در این سرمایه بچه من ماکزیموم سرمایه شما در ایام نوروز اگر اگر نوروزی که تازه تازه دست بالا رو من میخوام بگیرم نوروزی رو در نظر بگیریم که چهارشنبه یک فروردی شروع میشه من میام اول هفته میگم دوشنبه 26 اسفند نوروزی که اون طرف تو فروردین ما اون طرف تو فروردین ما قرار دوشنبه 13 فروردین تموم شه من میبرمش تا هفته جمعه 17 فروردین خوبه دست بالا ببین اگر کسی برنامه نوروزش از این زودتر شروع میشه و از این دیرتر تموم میشه به نظر مثلا همین اول کار رو میلنگه چون منطقی نیست چون منطقی نیست تو قطعا قبل از این تاریخ و بعد از این تاریخ کلاس داری اگر اگر تازه تو این مدت کلاس نداشته باشی که خیلی وقت دارید بلخص امسال با توجه به کنکور اردیبهش چاره ای هم نیست خود من 27 و 28 اسفند یک شنبه و دو شنبه، کلاس جامعه برقراره چرا؟ چرا؟ چون بچه های جامعه رو واقعا تو این فاصله زمانی نمیخوام براشون کلاس بذارم ولی 27 و 28 دو میان یا بچه های تی انتی، یا بچه های تی مثلا ما اینجا یه جا این وسط 11 14 فروردین کلاس داریم با هم خب TNT ریاضی و تجربی TNT انسانی یازده فروردین کلاس داریم با هم ولی تو این فاصله دیگه نداریم TNT ها برعکس ها برعکس خب این ور داریم بچه جامعه این ور بیست و هفت و هشت داریم بابا جان و خب کل زمانت بیست و یک روزه اگر دست بالا رو بگیریم من با اجازتون اگرچه توصیه نمی کنم یکم و سیزدهم فروردین رو از توش در میارم کنم منطقیه حالا تازه چهارشنبه سوری بماند حالا تازه نمیدونم چرا من دوم خونه دایی بزرگ مجبورم برم که امیدوارم این تعارفات و اجبارات و اینا رو بذاری کنار ابسال ولی فکر میکنم دو روز رو باید در تو بر من با اجازت هفتم و هیده همم که آزمون قلمچیه و آزمون های مهم قلمچیه و باید شرکت کنید و, و مهمه و خیلی مهمتر از مطالعه کردنه حداقل برای بچه قلمچی در میارم از تو برنامه و فکر میکنم منویس المجموع دو روز دیگه هم بچه اگه جای غیر منطقی میگم بگید ببین اینکه تو الان بشینی بگی نه بابا چرت میگه من سیزده بدرم میخوام بشینم درس بخونم ایشالله که اینجوریه ایشالله که اینجوریه ولی منطقی نیست باشه بخون دم تمگر ولی تو برنامه نسل لطفا الان تو برنامه ننویس خونی کر. دمت کرد ایول مال چهاردهم تو پیش پیش سیزدهم بخون اصلا سیزده بدر پنج ساعت هم تونستی بخونی دمت کرد تو برنامه ننویس دو روز دیگه هم بابت کلاس ها ببینید مثلا شما الان ممکنه بگید نه آقا ما چهار روز کلاس داریم آقا چهار تا چهار ساعت کلاس داری شونزد ساعت این به لحاظ مطالعاتی به دو روز هم نمیرسه الان رجوع به ساعت مطالعه منظور من دو روز کامل مطالعاتیه اینم در رو چون واقعیتش اینه که شما حدود پونزده روز زمان دارید حالا اگر مثلا کسی بگه نه سیزده میخونم دیگه دیگه ببین میگم شخص به شخص فرق میکنه من اینجا نیومدم حکم کلی بدم من نیومدم مثل مشاورات یه برنامه رو کپی کنم و همتون بدم من اینجا اومدم یادت بدم خودت با توجه به وضعیت خودت برنامه ریزی کنی این عدد رقم های من یک مثاله ولی یه مثال منطقیه ولی مثال عملیه هیچ روز ما با اجازتون در بیاریم شما واقعیتش اینه که 15 روز احتمالا زمان دار حالا مال یکی 16 روزه یکی آزمون کانون نمیده 18 روز میشه که من توصیه میکنم که هم مثلا گزینه دو هم اگه میری بالاخره همون آزمون رو همون تاریخ ها باید شرکت کنی نظر من میدونه همیشه رو آزمون دادنه نه رو آزمون ندادن این سرمایه شما به لحاظ روزی ما اینو با تو 15 روز در نظر گرفت دیگه هر کی به عدد خودش برسه بریم رو ساعت روزی چند ببین کل سرمایه شما چجوری به دست میاد تعداد روزت زب در تعداد ساعتت دیگه الان قاید بریم رو بحث ساعت ساعت مطالعه روزانه تو چجوری باید پیدا کنی نشین الان بگو من روز 18 ساعت میخونم نشین چرت نگو یه چیز درست یه چیز واقعی بچه ساعت مطالعه شما علال باید باشه میانگین ساعت مطالعه شما در دو سه هفته اخیر در یک روز تعطیل، یعنی روزی که مدرسه نمیری، روزی که کلاس نداری، یه یعنی روز کامل اسمشو بذاری. شما باید ببینید در چند وقت اخیر در یک روز کامل که میتونستی از دو تا شب درس بخونی، هیچ عامل مزاحمی وجود نداشته، چقدر درس خوند. چند ساعت در اون عمل کرده واقعی توه نه اون چیزی که تو خیال تو میگذره چه علل این عدد درستش اینه که یک عددی بین نه تا دوازده ساعت میشه یعنی کمتر از این بچه من اصلا پذیرفتنی نیست روزی که مدرسه میری و نمیگم روزی که کلاس داری و نمیگم سه تا روز سمپل نمونه که میتونستی از صبح تا شب درس بخونی تو اگر از هشت صبح که پاشدی تا ده شب نه ساعت و پر نکرده باشی خب همین الان باید اصلاح شه همیه الان باید درست شه همین همین الان اصلا کاری به برنامه نوروز نداره این غلط بیشتر از دوازده ساعت هم یکم ایدئال گرایانه و عجیب غریبه با این حال با این حال اگر فکر میکنی اگر فکر میکنی مثلا آقا ما دوازده ساعت بیشتر میخونیم خب بخون دمت گم تو برنامه نیاد اشکالی داره؟ نه نویسش رو کاغذ نیاد تو چهارده ساعت بخون حالا من دوازده رو میخوای بکنی دوازده و نیم میخوای بکنی سیزده میخوای بکنی یازده و نیمه ولی یه و دوازده میشه چارده پونزه اینا آقا دمت گم بکن انجام بده ولی تو برنامه نیاد هست فردا همین باعث حال بدت نشه خب من باز اینجا دست بالا رو میگیرم میگم دوازده ساعت اصلا میگم دوازده ساعت حاجی پوزده روز شد تلاپوتوشو کم کردی دوازده ساعت شد حاجی کل سرمایت به دستو کل سرمایه شما در این ایام 15 زب در 12 180 ساعت و تو مجبوری یه 20 ساعت از این عدد کم کنی توضیح میدم چرا توضیح میدم چرا اتفاق خیلی کار مهم می داریم در این 20 ساعت این یه دونه طلبه چرا 20 ساعت کم میکنی فعلا به من گوش کن صد و شست ساعت کل سرمایه شماست حالا از همین الان شروع کن با این واقعیت روبرو شو صد و شست ساعت باید شویمه اصلا عدد عجیب غریب و اونجوری نیست که شما به همه اون چیزهایی که تو فکرتونه برسید همین الان بذار من جلوی این تفاهمو بگیرم میخوای ناراحت شی ناراحت میخوای استرس بگیری استرس بگیر این خیلی بهتر از اینه بری 17 فروردین 20 فروردین بیای من با یه مش آدم آورده بخوام مواجه شم بذار همین الان لولوردی شی اگر میتونی با این واقعیت کنار بیای موفق شدی شما 160 ساعت کل سرمایت حالا خواهش میکنم به اون چیزایی که تو ذهنت فکر کن شدنیه واقعا تو 160 ساعت یا مثلا جواب یه سوال تو همین الان بگیر آقا عمومی باید بخونم در نوروز حالا نه فقط عمومی تشریحی درسا مو باید بخونم یا نه خودت چی فکر میکنی قطعا نه قطعا نه شما کلاسا عمومیاتون ما بعد کنکور اردی بهش برای چیدیم توضیح دادم تو کلاس یا توضیح خواهم داد تو این هفته هفته دو سه چهار اردی بهش و کل ماه خورداد جواب معلومه من برای امتحان تشریح باید بخونم نمیدونم ولی خودت قضاوت کن خودت تصمیم بگیر 160 ساعت کل سر آقا جواب سوال اول به دست سوال اول مهم که خودمون پرسیدیم که سرمایه ما چقدر این جوابش اگه منطقی میخوای نگاه کن من دو دو تا چهار تایی برات حساب کردم حالا تو اگه روزی 24 ساعت درس میخونی و 20 روز برنامه عیدت طول میکشه باشه تو 480 ساعت سرمایت برنامه ریزی کن بعد هیچ سلامت میکنم این عدد ایداله حالا مال یکی صد و مال یکی صد مال یکی و هشتاده خارج از این یعنی یه جای کار میلنگه به نظر من شادا من اشتباه میکنم خب این سوال اولی که باید از خودمون بفرسیم این سرمایه هر و عدد دقیقشو برا خودمون پیدا کنیم حالا بریم دومین سوالی که باید به شواب بدید که دیگه اینجا بازی تمام خواهد شده تکلیف دو برای ایام نوروز مشخص میشه آقا حالا واسه بر واسه این سرمایم، واسه این مثلا صد و به عنوان مثال صد و هفتاد ساعتم صد و و پنج حالا واسه این صد و ساعت چه برنامه ریزی دارم چی کار باید بکنم به بچه من این خودش جواب دادن به این سوال خودش میشکنه به به چهار تا سوال کوچیکتر تو این صد و شست ساعت چه درسی چه مبحثی چه فعالیتی و چه منبعی و از چه منبعی من قراره کارامو انجام بدم تو برای جوابش چهار تا سوال رو بدیم این پد و ساعت تو چند ساعت به ریاضی میرسه چقدر به زیت میرسه چقدر به فیزیک میرسه چه مباحثی از هر درس آیا همه مباحث آیا برخی مباحث کدوم مباحث چند تا مبحث چی کار کنم برا اون مثلا آقا من تابه ریاضی رو انتخاب کردم چی کار باید بکنم براش باید فیلم ببینم باید تست بزنم باید مطالعه کنم باید خلاصه درسامو بخونم باید مرور کنم باید هایلایتامو بخونم اگه قراره ب... مثلا ب... ب... یه چیزی بخونم از کجا باید بخونم اگر قراره تست بزنم از کجا باید تست بزنم ببین برنامه ریزی اینه دو دو تا چهار تا نه اینکه من بشینم رو هوا صحبت کنم نه اینکه بشینم همینجوری بگم وای چقدر همه چی خوبه نمیدونم اه... ای وای نگاه بکنید امشب طلاقی مریخ و مشتری اتفاق افتاد اکنون که به ساعت نگریستم ساعت دوازده و دوازده بوده پس چقدر خوب همه چی عالی خواهد میشه آقا دو دو تا چارت حتی اگه رنج حتی اگه درد حتی اگه استرس میگیری بگیر بگیر دوستان من جواب این چهار سوال رو بدیم سوال اول چه درسی صد و شست ساعت من چجوری بین دو روز من تقسیم میشه آقا من دانش آموز تجربی تشریحی و عمومی ما دارید گفت بذار کنار ریاضی دارم فیزیک دارم زیست شیمی زمین 160 ساعت ببین الان باید اینا رو معلوم کنی یا نبری چهار فروردین تازه ببینی چی شد 160 ساعت من 170 ساعت من 152 ساعت من چجوری بین این 5 تا درس باید بشکنه بچه خودتون باید جواب این سوال رو بدید علال من ضعف و قوتم با هم با تو فرق میکنه آدم ها با هم متفاوتن آدم ها اولویت بندیشون فرق میکنه آدم ها اهم و اهمشون فرق میکنه خودت یا طی صحبت با مشاورت باید به یه عدد درست برسی اما به هر حال یه اسکلت اصلی رو باید حفظ بکنی یه چارچوب کلی حالا با یه میزان خطایی باید حفظ بشه اهمیت درسته یعنی نقش ذرایه به هر درس اینجا آقا من تجربی ذرایه به زمین زیست فیزیک شیمی ریاضی بدونم این تقسیم بندی 160 ساعت تقریبا باید متناسب با اونها اتفاق بیفته نه اینکه معلم ریاضی ماریانه دری بگه 160 ساعت 80 ساعتشو بر ریاضی بخونی بشین از اهمیت درصد ریاضی برات بگه زیسته کار خودشو بکنه فیزیک کار خود نخش یه چیز منطقی درست برای تمام درست دانش آموز ریاضی همینطور ریاضی فیزیک شیمی بشینم به نسبت زرایب اینها رو بچینم ولی میگم باز آدم ها خودشون نظراتشون شناختی که تو از خودت داری شناختی که مشاوره ازت داره باید نزدیک باشه به هر حال به میزان اهمیت و ذرایه به هر درس مثال برای دانش آموز تجربی میزنم ریاضی و انسانی هم همینطور میگم تازه عدد من مثاله ولی مثالهای دور از واقعیتی نیست مثلا یک دانش آموز تجربی بین زیست و شیمی و ریاضی و فیزیک و زمینش برای مثال این 160 ساعت تو چی جوری باید توضیح کنه اصلا شاید 150 ساعت باشه مال تو شاید 170 ساعت باشه دارم میگم اینجاست که آقا ببین من نظرم اینه روی کرد مشاوره های کنکور باید عوض شه نباید عدد تعیین کنیم برای دانش آموز باید به دانش آموز یاد بدیم که با شناختی که از خودش داره خودش اینها رو برای خودش بچینه خودش اینها رو ب... ببین مثلا خیلی وقت مشاوره به من گفتن میگن آقا این انتقادهایی که تو میکنی درست نیست مثلا تو میگی آقا چرا یه برنامه نویسی میدید به همه آقا خودت بیا جای ما مگه میشه به دو هزار نفر برنامه مختلف تا دو هزار تا میگم نه من همچین توقعی ندارم ولی شما مسیر رو بعد دارید میرید شماها باید تو این نه ماه با این بچه اید باید بهش یاد بدید که خلاصه درس نوشتن چجوریه نه اینکه بهش خلاصه درس بدید یادش بدید که نکته برداری چیه یادش بدید که تحلیل آزمون کنه یادش بدیم که برای خودش برنامه بریزه من کی گفتم به هر کی باید یه برنامه بدید من میگم یادشون بدید ولی شما حتی یادشون هم نمیدید مثلا این 160 ساعت اگر ذرایب رو بخوایم در نظر بگیریم میگم مثال ها مثلا تقریبا تقریبا شاید پنجاه و پنج ساعتش باید برای زیست باشه چهل ساعتش برای شیمی باشه سی و پنج ساعت برای ریاضی سی ساعت برای فیزیک ده ساعت هم میمونه برای سن مثلا میخونه میشینه منطقیه تو ممکنه نگاه کنی بگی نه آقا اتفاقا منطقی نیست ریاضی و فیزیک همذری بند چرا اینا رو متفاوت نمیشتی چون خود معلم ریاضی نه به خدای معلم ریاضی ما خب هم ریاضی پنجوب. نه خیر به دو دلیل ریاضی و فیزیک یک کوچولو باید بیشتر در نظر بگیری یک به دلیل اینکه اتفاقا برخلاف تصور شما ریاضی یک واحد از فیزیک ارزشمندتره جلسه تحلیلی قبلیمونو رو ببینید اونجایی که سهم هر درس رو از کنکور و نهایی گفتیم مجموع سهم درس ریاضی یک امتیاز بیشتر از درس فیزیکتون داره اینو دقت بکنید و دو درجه سختی ریاضی نسبت به فیزیک که این شده الان سختترین درس کنکورتون این الان شده آسونترین در درس کنکورتون درسته اینو که متاسبانه نمیگم خب مثلا یه همچی چیز مثلا یعنی بچه من خارج از غیر من ببین حالا من از الان به بعد معلم ریاضی من آریانه دری اگر بیام برنامه ای که جلسه آخر برای ایدبت میدم هر آزمون شبانه ای که برات میذارم اگر از این بیشتر باشه تو برنامه منو حق داری اجرا نکنی چون من دارم بهت فشار علکی میارم من دارم چیز غیرمنطقی ازت میخوام. من اگر تو برنامه نوروزم ببین این 35 مثلا تقسیم بر اون 15 میشه روزی دو ساعت دو ساعت روب اگر برنامه ای که من بهت بد بدم روزی دو ساعت سه ساعت بیشتر طول بکشی یعنی برنامه درستی بهت نداده ولش کن برنامه معلم رو برنامه خودتو اجرا کن دیگه از این صادقانه تر اوکی پس شما از الان میدونی که مثلا تو عیدت ده ساعت قرار زمین بخونی مجموع عمل کرد شما در زمین سی ساعت فیزیک سی و پنج ساعت ریاضی چل ساعت شیمی پنج و پنج آقا اصلا تو ریاضیت خوبه فیزیکت خیلی داغونه حالا یه ف... آقا فیزیک 35 ریاضیتی فیزیک چهل ریاضی بیست چیکار کنم هر چی میگم هر کی با توجه به عدد رقمای خودش این بحث این که حالا در واقع چه درسی حالا بریم مطلب بعدی میشه میشه چه مبحثی آقا من الان 160 ساعت وقت دارم تقریبا هم میدونم که به هر درسی باید چه زمانی مو نسبت بدم حالا مثلا این چل ساعت شیمیم قرار خرج تمام مباحثی که تا الان تو شیمی خوندم بشه بریم ببین چه مبحثی اینجا جای دل کندنه اینجا جاییه که باید با خودت رو راست باشی اینجا جاییه که عزیزم کلا چهل ساعت برای شیمی داری به اون بیس ساعتی که تو نمیدونی و من آخر صحبت هم توضیح میدم چرا اون بیس ساعت رو کم کردم شما کلن صد و چهل ساعتش برای مثال شیمیه آیا؟ آیا تمام مباحث شی اونجا جای دل کرد اینجایی که باید گذشتن رو یاد بگیری اینجایی که یاد میگیری سر جلسه کنکورت از یه تست مزخرف باید بگذری اینجا جایی که یاد میگیری تو زندگیت از یه آدم اشتباه باید بگذری حتی اگه توون بدی اینجا جاییه که یاد میگیری از یک بیزینس ناموفق و رو به نزول باید بگذری گذشتن رو باید یاد بگیری اینجا یاد میگیری که ویژگی آدم های موفق تو زندگی اولویت بندی کاراشونه اینجاست که با تمام وجود میفهمی زندگی تا ابد و تا بینهایت ادامه نداره اینجا جاییه که باید تمرین کنی اهم و فل اهم اینجا جایی که باید یاد بگیری یه یا آدم ده تا هدف ممکنه تو زندگیش داشته باشی ولی رو سه تاش زوم میکنه نشونه گذاری میکنه و کامل بهش میرسه چه بس تو تو اون هفته دیگه به طور کلی ناموفق باشه ولی اسمش جز آدم های موفق تاریخ میاد اینجا جاییه که گذشتن رو یاد میگیری اگر من معلم برنامه ای به تو دادم و توی یک تایم درست و قابل اجرا ببین چون چو هر کدوم از ما برنامه میدیم برای ایام نوروز بتون دیگه البته تا همین دو سال پیش هم فقط من میدادم ولی حالا الان مد شد همه معلم ها همه درس رو برنامه میدن الحمدلله اگر معلمت تونست جوری برنامه ریزی کنه ولش کن من آریانه داری تونستم تو ریاضی جوری برنامه بریزم و برنامم عملی بود واقعی بود و تمام مباحث برای جمع شد دم من معلمت کرم اوکی همون فرمون اما اگر دیدی من آریانه داری همه مباحث رو آوردم تو مرور اما به لحاظ عملی یکی دو روز اجرا میکنی میبینی نمیشه جور در نمیاد چرت گفتم یا نه اصلا درسی بود که معلم نداری معلمت برنامه نداده مشاورت برنامه نداده بچه من واقعیتش اینه که شما تو, تو این زمان ها از هر کدوم از اینا شاید شا... مثلا ریاضی حالا من مثلا باز کاری به بقیه بده شاید چهار تا محپس شاید پنج تا محپس رو واقعا بشه توی همچین زمانی درست حسابی جمعش کرد پس انتخاب مباحث انتخاب مهمیه باز تکرار میکنم خدمتون که بابا جان اگر من معلم تونستم برنامه ای دادم توقعی ازت داشتم و تو دیدی واقعا اجراییه میشه تمام مباحث رو آورد اگر من برنامه ریختم تو بریزی نمیشه و شد اوکی اما اگر نشد اگر تو درسی خودت مجبور به برنامه ریزی حروف نداریم با باید پنج تا من پس چهار تا من پس انتخاب بکنید که درست جمعش کنید حالا ممکنه بگی آقا خب این مباعث چجوری باید انتخاب بشن بچه باز از اون چیزهایی که خودت باید انتخاب کنی خودت با کمک مشاورت نهایتا با انتخاب های مختلفی وجود داره علمان های مختلفی وجود داره نگاه های مختلفی وجود داره گوش کن میتونه مباحث انتخاب شده مباحث آسونتر باشه دو میتونه مباحث کمحجمتر باشه ده میتونه مباحث پرتستتر در کنکور باشه اینا, اینا نگاه مختلفه و هر کدوم در جای خودش نگاه درستیه میتونه مباحث بی ربط به مباحث قبل و بعد باشه مباحث جزیره یعنی مباحث مثلا مثل آمار تجربی که شما نه معادله نامعادله لازمه بلد باشی برای حلش مثلا نه تابه باید بدونی نه مثلثات میخوا مباحث بی ربط میتونه باشه نگاه دیگه میتونه مباحثی باشه که توش قوی تری ممکنه حتی فکر کنی آه خب نگاه دیگه همینه مباحثی که توش ضعیف تریم نه من این نگاه دوست ندارم این نگاه نگاه درستی نیست با باز ببین یکی از باگایی که توی سالا دیدم اینه خیلی به بچه هاشون توصیه میکنن مطالبی که ضعیفترید رو تو نوروز اتفاقا مباحثی که قوی تری اتفاقا اتفاقا توصیه من تو, تو این بزنگاهی که اونایی که توش خوبم یا اونایی که توش بدم قطعا اونایی که توش خوبه ای استراتژی غلک بهش میگن تو تو میزینست هم بهش میگن تو استراتژی غلک یعنی اون چیزی که اون پول خوردی که من الان جیبمه فعلا اینو بندازم قلکمو پر کنم سرمایم و پر کنم آقا اگر مثلا فرض کنید این قلک منه یه سکه مثلا گنده انقدی خوشگل اینجاست ولی از این قلک من رد نمیشه ولش کن فعلا این پول خوردار که رد میشه بندازون تو قلک تو پر کن این زمان ها نیست که شما بخواید خیلی ایدئال بهش فکر کنید اتفاقا اینجا تکلیف معلومه توصیه من استراتژی قلکه توصیه من قطعا اینه که مباحثی که توش بهتریم مباحثی که میشه تکمیلش کرد جمعش کرد تمومش کرد و یه, اندوخته یه دارایی به ما مبایسی که توش نوسان داشتیم یه وقتهای خوب بودیم یه وقتهای بد بودیم تو آزمونا ولی نشون دادیم میتونیم خوب باشیم نه اینکه یه چیزی که توش سفریم یه چیزی که توش ب... ب... افتضاحیم یه چیزی که هیچ کاری براش نه نه قطعا توصیه من استراتژی قلکه ولی بله این نگاه ها وجود داره مباحث آسونتر مباحث پرتستر مباحث کمحجبتر مباحث بیربتتر مباحثی که توش قوی تریم اینا همه نگاه ها نگاه متفاوت ولی درستیه ولی درستیه خب ارز کنم خدمت شما که این آجا مباحث سوال چه درسی و جواب دادیم چه مبحثی و جواب دادیم حالا من اینو فقط در یک کلمه نگاه های مختلف بود ولی خواهش میکنم که استراتژی غلک رو حداقل گوشه ذهنتون بذارید سوال بعدی که پیش میاد چه فعالیتی من بکنم آقا من الان ساعتی که برای هر درس گذاشتم معلوم شد مباحثی هم که از اون درس میخوام برم روش معلوم شد اما چه فعالیتی قرار بکنم چی کار قرار براش بکنم من برای این چهل ساعت شیمیم که مثلا تصمیم گرفتم پنج ساعتشو بدم به استوکیومتری مثلا چی کار میخوام میکنم واسه این استوکیومتری مثلا، چه فعال بچه و عالیت های نوروز شما از سه حالت خارج نیست یا مشاهده است یا مطالعه است یا تست زنی خارج از این فعالیت نمی کنی تست زنی که مشخصه مطالعه که باز مشخصه مطالعه جزبه مثلا مشاهده که آقا اگر کلاس آنلاینی داری یا فیلم آفلاینی باید ببینی اینم معنیش مشخصه چرا انقدر اصرار دارم که کار دیگه ای قرار نیست بکنی باز اتفاقا این باورهای غلطه آقا من برم مرور کنم آقا خلاص نویسی هایی که داشتم رو مرور سریع انجام بدم یا داشت هایی که نه 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 و عالیت شما در ایام نوروز از این سه حال خارج نیست حالا از الان باید تکلیف تو معلوم کنی به مثلا مثال آقا چل ساعت شیمی پنج ساعت استو قراره بخونم پنج ساعتش مال استوه نه حالا قراره بخونم از الان میدونیم مثلا دو ساعت عقب افتادگی داری فیلم معلم تو آفلاین باید ببینی برنامه ریخته بودی برای نوروز ببینی میدونی که احتمالا مثلا اون دو ساعت یک ساعت هم مطالعه رو جزوه مثلا نیم ساعت مطالعه رو جزوه بعدش میخواد از الان حساب کن دو ساعت در کل ایام نوروز قرار تست استو بزنی حالا من بیام به من معلم شیمی بیام به تو یه جزبه بدم تا تست استو توشه منطقیه نیست ایداله فقط خوبه قشنگه دو ساعت بچه میخواد تست بسن بهت میگم از الان که الانه تکلیفاتو معلوم کن پله به پله دارم تکلیف فراد معلوم یه تو هم بدونی که آقا در کل ایام دور مثلا مثاله ها دو ساعت تست استو داری حالا خودت بهتر از هر کسی می‌دونی که آقا هر تستو تو کلت میزنی و حالا با تحصیلش، با پاسخنامه نگاه، مثلا مثلا فرض کنیم، تستی هم دقیقه زمانتو قرار ده بگیره؟ عزیزم تو دو دوستو، چهارتو شما ۲۴ چهار تا تست استو ده تموم شده رفت شما کلن قراره ۲۴ تا تست استو بزنید در ایام نوروز این الان باعث میشه بدونی که آقا زمان تا بی نهایت نیست تعداد تستی که تو نوروز میخوای بزنی تا ابد نمیتونه ادامه داشته باشه اوکی تکلیف ها رو روشن ببین پله منو تهی کنی تکلیف روشن تو سرمایتی که داری سیم سرمایت بدونی بین درس های مختلف چه جوریه هر درسی میری تو چه مباحثی و تو هر مبحث چه فعالیتی میکنی دیگه از این مرتب من نمیتونم صحبت کنم کاری که مشاوره رو هوا همه چی رو هوا همه چی رو اوا. آقا عدد رقم دو دو تا چارت سرمایه من انقدر انقدر ریاضی انقدر فیزیک انقدر نیست انقدر ش. آقا فیزیک من این پنج تا مبحث رو میخوام برم این چل ساعت من رو پنج تا مبحثه مبحثی مثلا هشت ساعت حالا تو این هشت ساعت من دو ساعتم فیلم سه ساعتم مطالعه سه ساعتم تسته آقا حالا انقدر تست چند تا میتونم بزنم انقدر تست میتونی بزنی اینه برنامه ریزی برای نوروز نه این که سری دوزی یه چیزی به همه بدیم خب و سوال آخر چه آقا منبعای هر کدوم از اینا کجاست درسته؟ سوال, ب... دیگه تکلیف همه چی رو معلوم کردم و متوجه ای؟ یک بار دیگه ببین از اول پله به پله سرمایه من انقدر تقسیم سرمایه بین دروس انقدر حالا تو هر درس سرمایه من بین این مباحث تقسیم میشه حالا در هر مبحثی از هر درس انقدر مطالعه انقدر مشاهده انقدر تستنی تعداد تستایی که باید بزنی و درار یه بیت ساعت از من طلب داری وایسا جایی نمیرم از چه منبعی؟ بچه منبعی مشاهدتون که معلومه فیلم کلاستون منبع مطالعتون که معلومه جزوتون میمونه منبع تست راجع این باید از چه منبعی باید تست زد خب بیا اینجا دو تا منبع من بهتون تو معرفی میکنم کلی نه راجع به درس خودم یک تست هایی که در طول سال نشاندار کرده بودی به هر دلیلی نزده بودی غلط زده بودی درست زده بودی ولی شانسی بوده نکته ای داشته اون سوال که از چشت پنهان مونده اون سوال نکته ای داشته از چشدم پنهان نمونده ولی عجیب غریب بوده و ترجیح دادی هایلایتش کنی که بعدا به اون نکته تفاوت به هر دلیلی میتونه باشه دوستان من تست جدید در گام اول نه تست که قبلا زدی و نشاندار شده من آریان ایدری با 20 سال سابقه کنکوری به تو میگم تکمیل کردن یک یادگیری ناقص بسیار سریعتر راحتتر و بهتر از یک یادگیری جدیده یک بار دیگه جمله رو تکرار میکنم یادگیری یک در واقع تکمیل یک یادگیری ناقص بسیار سریعتر، راحتتر و بهتر و پربازدهتر و نتیجه بخشتر از شروع یک یادگیری جدید چرا بهتون میگم من بعد از اید که بیایید احتمال درس میدم ولی من جای شما باشم نمیام سر کلاس میگم میدارم آفلاینشو برای کنکور تیر میبینم تو میشه یادگیری جدید چاره هم نیست این مملکت ماست سه سال درس و میخوای اردی کنکور بگیره آقای سازما سنجش میتونه سی تیر بگیری بعدی و مرداد بگیری اگه میخوای دو بار فرصت به این اردی چه منطقی بشته چه ایچی کار کنیم ای 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 اینارم هم به ما ببخشید درس ما نبوده که تست هایی که در طول سال نشاندار کرد دومین دو منبعی که میخوام بهت معرفی که خب میشه بیشتر میشه برای بچه که آزمون کانون میدن و بچه که آزمون دیگری میدند مجبورن شبیه این کاری که بهشون میگم و خودشون انجام بدن یه کارنامه ای کانون داره این همه تو طول سال گفتم تقلب نکن نتایج آزمونات واقعی باشه این کارنامه های کانون به درد میخوره یه کارنامه ای داره به نام کارنامه بازیابی تو پنلت برو نگاه کن هست کارنامه بازیابی چکار میکنه خیلی چیز خفنیه خیلی چیز خفنیه گوش کن کارنامه بازیابی بیا یک منپس و انتخاب هر منپس مثلا مسلسات رو انتخاب میکنی کل سوالات مسلساتی که از آزمون اول تا این لحظه شرکت کردی رو ممکنه مسلس تو چندین آزمون اومده باشه دو تا تو سرفصل خودش اومده یه دونه تو جنبندی دی اومده یه دونه شبه ای دو تمام سوال هایی که اومده رو پشت هم تو سه تا پی دی اف میچینه بد مطمئنه اصلا نمیدونید همچی کارنامه ای دارید مشاوراتون هم اتمالا ندونن سه تا کارنام سه تا پی دی اف بد میده میگه این پی دی اف مسلسات که درست زدی این اونایی که نزدی این اونایی که غلط مدتی سه تا پی دی اف بهت میدم درستات نزده هات غلطات خب بین این سه تا پی دی اف فکر می‌کنی کدوم اول اولویت بدیم و بزنیم برخلاف اون چیزی که همه میگن یا احتمالا خودت هم بهش فکر میکنی این اولویت اولت این دوتا اولویت دومتن تازه همشون هم نباید بزنی گوش کن آقا اونایی که درست زدم که درست زدم چرا دوباره باید برم به دو دلیل یک یک توهم بسیار آزاردهنده و مخربی که از اینجا به بعد زیاد باش دست و پنجه نرم میکنی تا روز کنکور به نام توهم فراموشی اسمش روشه توهم فراموشی خیلی حتی با مباحثی که خوندیم و توش قویم گیر و گور داریم اعتماد به نفس نداریم چرا توهم داریم که نکنه یادمون رفته باشه تو وقتی میری سوالای درست تو یک بار دیگه میزنی دو تا فایده داره یک اونی که بلدی میفهمی فراموش نکردی توهم فراموشی داشتی از بینش میبره و تو اعتماد به نفس تو جایی که خوبی ما اونی که واقعا خوبی خوب اعتماد به نفسشو داشته باش این بهتون اعتماد به نفس رو میده دو اون جاییش که واقعا یادت رفته بالاخره بخشی از این توهم فراموشی واقعیت یعنی یه جایی واقعا یادم رفته اون جاهایی که واقعا فراموش کردی رو بهت هینت میده بهت میگه اینجا و اینجا رو ضعیف شدی بهتر از اینا بودی درستش کن میشه همون تکمیل یادگیری ناقص اتفاقا اولویتتون گوش کن این حرفا رو هیچ جا بد نمیگن جایی هم بگی باید مخالفت میگن دروغ میگی میگن اشتباه باش غلط و نزده همش نه فقط اونایی که درصد پاسخگوییش در ایران بزرگتر مساوی سی درصد بود تستی که درصد پاسخوش زیر سی درصد بوده یعنی اصلا ارزش تستی نداشته یعنی اون تست اصلا اشتباها تو آزمون داده تست مناسب و استانداردی نه بله برای یک آزمون میتونه یه سوال یا دو سوال غیر استاندارد بیاد ایرادی نیست وارده اما در پوزیشنی که ما هستیم در 160 ساعت مطالعه من این جایی نخواهد داشت ممکنه بیا این از کجا بفهمم کانون بیچاره برات زده تو کارنامه بازیابی درصد پاس یه دفعه برو نگاه کن اون لعنتی امکاناتی که به میده رو پول ندادی مگه برو استفاده کن دیگه برو استفاده چطور انقدر حساسیت سر این پوله چطور انقدر از ماه میگید آقا مگه ما, ما پول ندیم اونم بگو اونم چرا اون پولی که اونجا دادی استفاده نمیکنی خیلی چیزهای خوبی بهت میده کانون درصد پاسخ داره بهت داده غلط آقا منبع تستنی شما این حالت در حالت نورمالش حالا بچه تا همینجا ببینید واقعا با توجه به حرفای من اصلا مهمه که مثلا پنج فروردین ساعت مثلا ده تا دوازده چی بخونی؟ دنبال چی؟ چرا وقتی میگم برنامه مرور نورو چرا دنبال اینی؟ چرا دنبال اینی؟, اینی که من معلم یا من مشابه به یه برنامه ای داده؟ داده بشه که مثلا به تو بگه دو فروردین هشتاده اینو باید بخونی این درس این محبه مثلا اون قدم تس... دنبال چی؟ کجای این حرفای من این موضوع اصلا محلی از اعراب داشت اصلا اهمیتی داشت مهم سرمایتونه کل دو سرمایه ای که به هر درس تخصیص میدی سه سرمایه ای که در هر درس به هر مپس اختصاص میدی چهار تو اون مپس چقدر آزمون چقدر مشاهده چقدر مطالعه چقدر تست و از کجا حالا یکی میخواد شنبه پنج تا هفته بعد از دور تست از تو بزنه یکی میخواد جمعه یازده تا یکش صبح آخه چه ربطی داره دنبال چی دو... چرا... چرا... وقتی میگی برنامه نوروز چیزی دنبال اینایی چرا دنبال اینا نیستی چرا دنبال اصل موضوع نیستی اصلا کجا اصلا آقا هر موقع هر روزی هر ساعتی مهم این کاره درست و منطقی انجام بشه اما یه 20 ساعت از من طلب داشتی من یه 20 ساعت از برنامه گرفتم حرف آخر اون 20 ساعته چی بود اون چرا از کم کردی آقا یا نیدری اون 20 ساعته تست جدید باید بزنی حد 20 ساعت یعنی از نظر من حد اقل ده تا آزمون دو ساعته برای تمام درسات حالا میخوای تمام درس باشه میخوای درسی جدا باشه مبحثی باشه خدا مهم نیست ده تا آزمون دو ساعته هم تست جدید باید بزنید حالا منبع تست پس دیگه الان خیلی تعجب نکن از اینکه آریانه دری تا اینجا فرستاده دنبال تستی که قبلا زده بودی یا نشاندار بوده یا تو آزمونت بوده کارنامه بازیابی داره بد تست جدیدت تو 20 ساعت آقا این تست جدید تو دو حالت داره اگر معلمت تست میده میشه تستی که معلمت میده مثلا برای من میشه آزمون های شبانم میشه تست جدید یعنی آزمون های شبانه من در اون چهل ساعت ریاضیت نیست دیده نشده تو این 20 ساعت دیده شده اون چهل ساعته مطالعه هست اون چل ساعته ارز کنم خدمت شما که احیانا مشاهده هست تست های نشاندار است اون از اونجا میاد تو اون 20 ساعت آزمون های شبانه من یا هر سوالی که معلمت میده اگر نه معلم نداری تو اون درس اگر سوال جدیدی نیست بچه من منبع بسیار قشنگی که میتونید داشته باشید کتاب نوروز قلمچه من باز بهتون تاکید میکنم نه تو قلمچی درس میدم نه سهامدار هم نه تالا آقای کاظم قلمچی دیدم به عنوان در پوزیشن معلم در پوزیشن دانش آموز دیدم نه باشون همکاری کردم نه سهامدارم نه کتاب نوروزو من نوشتم نه ولی کار خوب و باید بگی کار خوب کار خوبو باید بگی این کار خوب این کار کار درسته کتاب نوروز قلمچی کتابیه که با همین دیدگاه نوشته شده و اومده سوالهایی از آزمون کانون ببین میخوای بهت بگم کتاب نوروز از کجا متولد شد یه روز آقای قلمچی به معلم های کانون گفت ببین فلانی تو تابه پنج تا دونه سوال بده فقط پنجتا تا که فکر میکنی بیشترین کمک رو به دانش آموز بکن از من پنج تا دونه سوال تو تابه بخون چی کار میکنم سوال چرت نمیدم سوال عجیب سوال حالت اون چیزی که واقعا اون چیزی که نرمه اون چیزی که روتینه گفتم کل برنامه نوروز شما باید بر اصل مطلب باشه بر مبنای گذشت باشه بگذرید اولویت ها رو بچسبید کتاب نوروز اینجوری به دنیا اومده که هر کی تو هر مبحث پنج تا سوالی بعد چیکار کردن دیویست تا معلم ریاضی پنج تا سوال دادن نشستن اونایی که تو همه مشترک بوده رو برداشتن شد کتاب نوروز قلبش دیگه اصل تست است اون چیزی که نرمه روتینه اون چیزی که رایجه اون چیزی که میاد اگر معلمتون تست نمیده یا اصلا تو درسی معلم خاصی نداری. این کتاب اون نقشی که بهتون گفتم و براتون بازی میکنه من نه محلفشم نه در کلاس های کانون درد میدم نه در آزمون های کانون سوال تر میکنم نه عرض کنم خدمت شما که نسبتی باشون دارم نه سهامی ازشون گرفتم واقعیت رو کنم. شما میتونید انجام نگید اون اتفاق قشنگ است شما اگر بدونید که روز اول اینا چه جوری ایدش از کجا اومد و چه جوری این کتاب به دنیا اومد حرف من رو میفهم دوستان خیالتون رو راحت کنم بیشتر از این نمیشه تو هی بشین رویا پردازی کن و بشین خیال پردازی کن بیشتر از این نمیشه و اگر در پایان صحبت هم بگم الان میخوای بگی که آقا من استرس کردم من خیلی کارا تو ذهنم بود که بکنم من خیلی بیشتر از این میتونم من, من که یه بار گفتم دمت کرد بیشتر از این بکن اما تو برنامه نیار خب بذار ببین ببین یه وقت هست من با 20 ساعت کار حالم خوبه یه وقت هست با همون 20 ساعت کار حالم بده من وقتی 15 ساعت تو برنامه نوشتم 20 ساعت کار کردم حالم خوبه ولی وقتی 24 ساعت نوشتم 20 ساعت کار کردم حالا بده بذار حالت خوب باشه مردم اینه تمام نکته من اینه بذار حالت خوب باشه و خوبی حال شما در گروه برنامه درست و منطقی و عملگره است اما با این حال من که جواب سوال رو دادم باز فکر میکنی که آقا استرس گرفتی خیلی کارا میکنی تمامه تمامه حرفایی که امروز از من شنیدی ولش کن ولش کن من که نباید اینجا جواب پس بدم تمام حرفایی که از من شنیدی ولش کن و به حرفای دیگه ای که امروز به میلته بیشتر به دلت میشینه برو به اونا گوش کن و حتما بعد نوروز نتیجه رو به من اعلام کن تمام اگر اگر امروز این حرفا حالتو خراب کرده نیستی با ما ولش کن من چه چقدر شده امیر حسین کل تایممون <applause> یک ساعت من یک ساعت چرند گفتم و بابتش از ازت عذرخواهی از 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 میکنم که وقت تو گرفتم بلش کن پورو به همون حرفایی که دلنشین تره گوش کن و خواهشم اینه که بعد نوروز بعد از اینکه ایام جنبندی تمام شد به من پیغام بده و من رو هم از اشتباه درار و من هم از سال بعد همون همون مدلی به بچه ها بگم سلامت میکنم ماکسیمومش اینه دیگه بچه من هندونه علکی زیر بغل بذاره نیستم من حرف انگیزشی آقا بیلگیج ساعت 6 صبح پا میشه تا هفت صبحونه میخوره تا هفت و نیم روزنامه میخونه تا هش ایمیلاش رو چک میکنه بعد ساعتش رو نگاه میکنه میگه آ ساعت 6 و شیش صبحه چه روز خوب و خفنیست کائنات بر در محل تلاقی سیاره های زوحل و بحرام ببین چه اتفاقات. من نیستم. این یه ساعت رو ولش کن. بوشم دادی بده. برو همون حرفای دیگر رو بوش کن. نتیجه رو فقط به من اعلام کن. موضوع خودتون باشید. میبینم ایتون.